مریم و به اتاق 13 هم خوش اومدید. سلام، منم بهرامم و به اتاق 13 هم خوش اومدید. همونطوری که میدونید ما هر چهارشنبه یه پرونده واقعی و جنایی رو با هم بررسی میکنیم. این هفتم در ظاهر ما یک پرونده حل نشده داریم، ولی نظر شخصی من اینه که این پرونده حل شده است. فقط چیزی که توی این پرونده گنگ و نامفهومه انگیزه آدم هاست، هر کدوم از این آدم هایی که توی این داستان وجود دارن. و خب این پرونده یه پرونده فرانسویه، ممکنه بعضی از تلفظ ها رو من اشتباه بگم، امیدوارم که من رو ببخشید. بریم این پرونده عجیب و غریب رو با هم شروع کنیم. داستان ما در سال 2011 اتفاق میفته. در 11 آپریل سال 2011 همسایه‌ها وقتی داشتن از جلوی خونه خاویر و اگنس رد میشدن، متوجه شدن که کرکره‌های خونه بسته است و این براشون عجیب بود. عجیبتر از اون این که به دیوار خونه یادداشتی چسبونده بودن و نوشته بودن که نامه ها رو اینجا نذارید، برگردونید به کسایی که فرستادن. و این دیگه شبیه علامت سوال بود برای همسایه‌ها، چرا که اگنس و خاویر همسرش هر وقت حتی مسافرت هم می‌رفتن این کرکره‌ها رو نمی‌بستن و الان چه اتفاقی براشون افتاده؟ ولی من ترجیح میدم قبل از اینکه اینجا داستان رو جلو ببریم، برگردیم به قبل و با اگنس و خاویر و بچه هاشون بیشتر آشنا بشیم. پدر خانواده کونت خاویر در سال 1961 متولد شد. خب همونطور که خودت هم احتمالا میدونی، کونت لقب اشرافزاده های اروپاییه و به نظرم که احتمالا همین آقای خاویر هم اشرافزاده بوده باشه. دقیقا، آقای خاویر هم یه اشرافزاده به تمام معنا بود، دارای نشان خانوادگی بودن، حلقه خانوادگی، شعار خانوادگی و خب خیلی گذشته پروپیمونی داشت، شجره نامه پروپیمونی داشت، ولی با این حال به این معنی نبود که الان میتونه خیلی آدم مثلا پرنفوذی باشه، آدم ثروتمندی باشه، نه، یه آدم معمولی بود. رفته بود دانشگاه و مدرک گرفته بود و در سال 1980 با همسرش اگنس آشنا شد. یه مدتی با هم بودن ولی رابطهشون زیاد دوامی نداشت، به خاطر اینکه خاویر تصمیم گرفته بود بره دنیا رو بگرده، بره کشورهای مختلف سفر کنه دیگه. برای همین هم اگنس رو گذاشت و رفت. بعد از یک سال که از مسافرت برگشت، دید که اگنس بارداره، از یه مرد دیگه باردار شده و اون پارتنرش هم گذاشته و رفته و الان اگنس مونده با بچه توی شکمش. و اینم بهتون بگم خاویر کاتولیک بود، خیلی کاتولیک سفت و سختی بود، ولی در کمال تعجب به اگنس پیشنهاد ازدواج داد و با اگنس ازدواج کرد. شما فکر کنید مثلا توی ایران، توی جامعه ما، یه دختری از یه راه نامشروعی باردار میشه و یه نفر میاد باش ازدواج میکنه. توی کاتولیک ها هم داستان بر همین قراره، ولی خب ازدواج کردن و بچه اولشون آرتور به دنیا اومد. آرتور در حال حاضر 20 سالشه، یعنی تو سال 2011 دیگه. آره، وقتی میگیم در حال حاضر یعنی تو همون سال 2011، یعنی الان دقیقا توی داستانیم. در حال حاضر 20 سالشه، به عنوان پیش خدمت کار میکنه، همچنین به یک کالج خصوصی میره و در رشته آیتی داره تحصیل میکنه. دو سال بعد از به دنیا اومدن آرتور، پسر مشترک اگنس و خاویر به اسم توماس به دنیا میاد. توماس داره موسیقی میخونه، خیلی عاشق موسیقیه و در حال حاضر 18 سالشه. دو سال بعد از تولد توماس آن به دنیا میاد و آن در حال حاضر دبیرستانیه، 16 سالشه و بعضی وقتا هم به عنوان مدل روی کارپوستال کار میکنه. بعد از آن بنوا به دنیا میاد که در حال حاضر 13 سالشه، مدرسه میره و عاشق طبل زدنه، یعنی همیشه خدا از توی خونه اینا صدای طبل زدن بنوا میاد. به نظر میاد خانواده خوبی هن، ولی توی هر خانواده یه سری مشکلات وجود داره. آره دیگه، اصلا خانواده بدون مشکل نمیشه. بدون مشکل نمیشه، توی خداهاش یه سری مشکلات دارن و اینها هم مستثنا نبودن.
یک بار در سال 2000 تلاش کردن که برن ایالات متحده اونجا زندگی کنن، ولی خب موفق نبودن و هر چقدر پول هم داشتن از دست دادن و دوباره برگشتن به فرانسه. زندگیشون رو از اول شروع کردن، هرچند سخت بود ولی شروع کردن و اوکی بودن، مشکلی نداشتن. ولی در سال 2005 ظاهراً اگنس یک بار از خاویر شکایت میکنه به جرم اینکه به پسرش آرتور تجاوز کرده، ولی نمیگن چه جور تجاوزی. آیا مثلا تجاوز جنسی بوده، آزار اذیت بوده، یا واقعا مثلا اتفاق خیلی چیه نزدیک افتاده؟ آره، فقط میگن سوء استفاده کرده ازش. اگنس بارها در محیط‌های آنلاین با اسامی فیک چت کرده بوده و نوشته بوده که من با شوهرم خیلی مشکل دارم، خیلی زورگوه، هر چی میگه حرف حرف اونه، ما هیچ رابطه عاطفی و عاشقانه با هم نداریم، رابطه جنسی خوبی نداریم و به نظر نمی اومد که اینها با هم خیلی خوب باشن. از اون گذشته خاویر با اینکه گذشته خیلی پروپیمونی داشت، اشراف زاده بود، ولی نتونسته بود که شغل درست حسابی داشته باشه. به همه می گفت که من تاجرم، شرکت‌های مختلفی رو ثبت می کرد، ولی توی هیچ کدومشون هیچ کار خاصی انجام نمی داد. هیچ کار خاصی انجام نمی داد. گاهی اوقات مثلا می رفت برای هتل‌ها مثلا کارت عضویت می داد، از آدم‌ها عضویت می گرفت برای هتل‌ها، از این کارا می کرد، ولی خب به روز نمی دادن. حتی یک بار خاویر از معشوقش 50,000 یورو پول قرض میگیره، چون که هیچ شغلی نداشته، همش به ارث و میراث هایی که به اگنس رسیده بوده دست مینداختن و استفاده میکردن و این ارث و میراث ها تو سال 2011 دیگه داشته تموم میشده و تموم هم شده. برای همین بوده که خاویر از معشوقی که توی پاریس داشته پول قرض میگیره. هرچند در مورد معشوق نمیگن کی بوده، ولی ظاهرا از یک خانم 50,000 یورو قرض میگیره. حتی در ایمیل هاش پیدا کردن که یکی دو بار به این خانم معشوقه یه سری حرفای عجیب زده که خب من براتون یکی دو تا از این نوشته هاش رو میخونم. مثلا نوشته بوده مثل همیشه نابود شده است. من تقریبا هر شب با این ایده های بیمارگونه بیدار هستم. سوزاندن خانه بعد از دادن قرص خواب به همه، یا خودکشی تا اگنس 600,000 یورو دریافت کند. در هر صورت اگر فوراً 25,000 یورو دریافت نکنم، زندگی من در چند ماه آینده نابود خواهد شد. بیشتر اوقات من خواب نیستم، بلکه در یک کابوس هستم و نمیتوانم فرار کنم مگر با انجام کاری رادیکال و نهایی. 13 آپریل 2011 بود که همسایه‌ها دیدن هنوز خبری از اگنس و خاویر و بچه هاشون نیست و هنوز کرکره ها پایینه. این موضوع دیگه انقدر رفته بود رو مخشون که زنگ زدن به پلیس و گفتن که یه چیزی اینجا غیر عادیه، مگه میشه که اینا کرکره هاشون رو بعد چند سال بدن پایین، ماشین اگنس باشه و خبر از خانواده نباشه؟ حتی ما یعنی رفتیم یه کارایی کرده بودن که یعنی تو این همه سال زندگیشون هیچ بار اینجا کارا رو با هم انجام ندادن، این کارا اصلا انجام نداده بودن، هیچ وقت این کارا رو انجام نداده بودن. حتی همسایه‌ها رفتن در خونه در هم زدن، هیچ کس در رو باز نمی‌کرد و فکر می‌کردن یه اتفاقی افتاده. رفتم به پلیس گفتم و خب پلیس موظف بود که بیاد و چک کنه. اومدن دیدن که در خونه قفله، قفل ساز آوردن، در خونه رو باز کردن، دو تا پلیس رفتن داخل خونه و دیدن که هیچ خبری نیست، نه خونیه، نه شکستگیه، نه به هم ریختگیه، هیچ آثار مثلا دزدی چیزی اتفاق هیچی نیست، فقط مثلا لباسا نیستش، در کمودا مثلا باز مشخصی که لباسا رو برداشتن، ملافه ها بعضیش نیست و با خودشون گفتن که اوکی این خانواده حتما با خواسته خودشون خونه رو ترک کردن. آره دیگه، عجله رفتن مثلا مسافرتی بیرون اینجا رفتن مسافرت و خب مدن دیگه محل ندادن. تا اینکه در 14 آپریل به 9 عضو خانواده اگنس و خاویر یه نامه عجیب و غریب رسید. یه نامه‌ای که تایپی بود، هیچ امضایی نداشت و به نظر می اومد این نامه رو خاویر نوشته.
این نامه رو ما میخونیمش برای کسایی که حوصله‌شون نمیشه این نامه رو بشنون. من روی خط زمانی مشخص کردم میتونم بزنن جلو، بقیه هم میتونم با ما بمونم و این نامه رو بشنویم. سلام به همه. سورپرایز بزرگ. ما باید به دلیل شرایط بسیار خاصی که در زیر توضیح دادیم باید فوراً عازم آمریکا بشویم. شما این نامه را از طریق پست معمولی دریافت می‌کنید، زیرا در چند سال آینده ما نمی‌توانیم به دلایل امنیتی از راه دیگری، چه با ایمیل، چه با پیامک، چه با تماس تلفنی ارتباط برقرار کنیم. وقتی این نامه را می‌خوانید ما دیگر در فرانسه نخواهیم بود و نمی‌توانیم برای یک دوره زمانی هنوز نامعلوم احتمالاً چند ساله برگردیم. حتما میپرسید چه خبر است؟ داستان از این قرار است حداقل به همان اندازه که مجاز هستیم به شما بگوییم این نامه تنها نامه ای است که ما مجاز به نوشتن آن بودیم، که ممکن است برای برخی از شما خبر خوبی باشد و قبل از ارسال برای شما بررسی شده است. هنگامی که ما شرکت خود را در میامی در سال 2003 راه اندازی کردیم، ما در تماس بودیم از طریق شخصی که به ما در راه اندازی شرکت کمک کرد، با DEA، یک جور اداره مبارزه مواد مخدر آمریکایی که توی کل دنیا و چند تا کشور مختلف کار میکنه جهت اطلاع دوستان، که دنبال یک شهروند فرانسوی برای نفوذ به کلوب شبانه فرانسه بودند تا اطلاعاتی در مورد شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و پولشویی بدون جلب توجه به دست بیاورند. از طریق شرکتم من هر شب خود را در یک شهر متفاوت می‌دیدم با دلیل موجهی برای برقراری ارتباط با مدیران کلوب‌های شبانه، دعوت از آنها برای وارد شدن به شرکت. بنابراین من خاویر نامزد ایدئال بودم. بنابراین هنگامی که مورد آزمایش قرار گرفتم و به من اطلاع دادند، من مأموریت خود را برای کار ناشناس در DEA پذیرفتم، به شرطی که محرمانه باشم، که از همه مهمتر شامل بچه‌ها می‌شود. بنابراین دلیل واقعی این است که ما به جای اقامت در میامی به فرانسه بازگشتیم و نه به دلیل واکسیناسیون هایی که ظاهراً برای کودکان خطرناک هستند. کسانی که هرگز این دلیل ساختگی را باور نکردند می توانند مطمئن باشند حق با آنها بود. این به ما این امکان را داد که فعالیت تجاری رسمی خود را توسعه دهیم. RDC و SELREF. خب این دوتا اسم شرکتیه که خاویر داشت و مال خاویر بوده، که به ویژه برای توسعه سایتمان در کنار RDC تأسیس شده است، به طوری که کلوب‌های شبانه بتوانند در آن فعالیت کنند و درآمد ماهانه غیر رسمی داشته باشیم، از آنجا که این فعالیت رسمی پول کافی برای تأمین هزینه‌های ما به همراه نداشت. علاوه بر این، حتی با وجود این افزایش نقدی، ما هر از گاهی مشکلات مالی موقتی را تجربه کرده ایم. همانطور که همه می دانید و ما می خواهیم از این فرصت استفاده کرده و بار دیگر از امانوئل و برترام تشکر کنیم که به موقع ما را نجات دادن با عمل به عنوان بانکداران ما. همه چیز طبق برنامه در کلوب‌های شبانه در 7 سال گذشته پیش رفت تا همین الان. با اطلاعاتی که من خاویه در این مدت جمع‌آوری کردم، شاهد اصلی در محاکمه آینده در مورد عوامل اصلی قاچاق مواد مخدر بین المللی شدم. محاکمه باید در ایالات متحده در چند سال آینده انجام شود. تاریخ هنوز مشخص نشده است. آنچه مسائل را پیچیده می کند این است که نکات خاصی اخیراً ما را به این باور رسانده که ممکن است هویت من لو رفته باشد و متاسفانه ما دیروز تاییدی را دریافت کردیم. بنابراین اکنون وضعیت برای ما در اینجا به طور بالقوه خطرناک شده است و ما را مجبور به انجام اقدامات ضروری کرده است. وقتی برای اولین بار مخفی شدم، تحت پوشش رفتم، قبول کردم که ممکن است در برنامه فدرال حفاظت از شاهدان قرار بگیرم. این کاری است که ما اکنون باید انجام دهیم و ما آن را با هیچ هیجانی انجام نمی دهیم، بلکه به این دلیل است که لازم است و هیچ راه حلی برای آن وجود ندارد. بنابراین ما تحت مراقبت حمایتی دولت آمریکا قرار گرفته و به آمریکا منتقل شده ایم و هویت‌های جدیدی داریم که البته باید مخفی نگه داشته شوند. ما شهروندان آمریکایی تحت حفاظت خواهیم بود، مانند هر شهروند دیگر آمریکایی در آمریکا زندگی می‌کنیم
به جز اینکه از برقراری ارتباط با خانواده و دوستان خود برای مدت زمان نامعلومی منع هستیم، حداقل تا زمان پایان محاکمه. این مزایا و معایب را به ما می‌دهد. مزایا: امنیت مطلق بدون ترس از انتقام. دولت آمریکا از ما مراقبت مالی می‌کند. زندگی در ایالات متحده. نمی‌توانیم به شما بگوییم کجا، اما آب و هوا اغلب گرم است و موسیقی خوب است. معایب: خروج ناگهانی و شتاب زده به طور کامل محرمانه، بدون اینکه بتوانیم کارهایمان را سر و سامان دهیم. نمی توانیم با شما برای مدت طولانی تماس بگیریم. اطلاع رسانی به همه غیر ممکن است، چون همه وسایل ارتباطی الکترونیکی باید خاموش شود. سخت‌ترین چیز کشمکش با بچه‌ها وجود دارد، چون نمی‌توانند به دوستان خود بگویند و از استفاده از فیسبوک و دیگر شبکه‌های آنلاین منع شدند. اما این واقعا خوب است، آنها درک می‌کنند. ما مجبور شدیم سگ‌ها را رها کنیم. خوشبختانه کسی هر دوی آنها را برد، بنابراین آنها از هم جدا نمی‌شوند. ما به تک تک شما اتکا می کنیم که وظایفی را که در زیر برای شما تعیین کرده ایم انجام دهید. امیدوارم که از شما درخواست زیادی نکرده باشیم. الان دیگه گفت که چرا داره میره ایالات متحده آمریکا، ولی بعدش میاد یه سری وظایف به اعضای خانوادهشون میدن که خالی از نکته نیست، که بعدن توی داستان به این نکته ها میرسیم. سدریک، بیایید و هر چیزی را که در خانه باقی مانده است تا 31 مه از آنجا خارج کنید. هر چه زودتر بهتر. ما شروع به مرتب کردن چیزها و دادن آنها لباس و غیره کردیم، اما وقت نداشتیم کارها را تمام کنیم. ما می توانستیم به آمریکایی‌ها اجازه دهیم همه چیز را مرتب کنند، اما آنها خیلی دقیق نیستند و همه چیز گم می شود. مبلمان گران قیمت، آلات موسیقی، ماشین و غیره. 70% وسایل را می توان به سطل زباله برد. تمام تختها، کمد دراور، جعبه ها، صندوق ها و غیره. وسایلی که باید نگه داشته شوند و در اتاق نشیمن است. به اضافه کمد لباس که در اتاق خواب آرتور جدا شده است و میز تحریر در اتاق خشکشویی. بقیه می توانند به زباله بروند. کلیدهای خانه در داخل کنتور گاز پنهان شده است که می توانید با هر وسیله‌ای مانند کلید ماشین، پیچ‌پشتی و چاقو آن را باز کنید. توجه، برخی از کلیدهای یدک بد کپی شده. یکم باید تکونشون بدید تا در باز بشه. ما توانستیم همه چیزهایی را که می‌خواهیم حفظ کنیم و به هیچ وجه نمی‌توانیم با خود ببریم. در گاوصندوق قرار دهیم تا بعداً ازشون استفاده کنیم. مانند وسایل شخصی، عکس‌هایی که ممکن است یک زندگی غیر آمریکایی را نشان دهند. سوغاتی، کامپیوتر، کاغذ مختلف، جواهرات، اسلحه و غیره. بنابراین نیازی به مرتب‌سازی ندارد. فقط همه چیز را بیرون بیاندازید. یا در صورت تمایل برای خود نگه دارید، لوازم برقی و غیره. آلن و دیگر دوستان را از خروج ما مطلع کنید. گلف کروکی و زانتیا را بفروشید. کاغذها امضا شده روی میز اتاق نشیمن است و پول فروش منهای 20% حق سرویس شما را که به کریستین ارسال کنید با او تماس بگیرید. توجه داشته باشید C5 غیر قابل فروش بود، بنابراین برای قطعاتش به پدر یکی از دوستان آرتور داده شد. همچنین برای انجام همین کارها به خانه های آرتور و توماس بروید. صاحب خانه آگاه هستند. آدرس ها و کلید ها روی میز اتاق نشیمن است. زمیمه، نیازی به نگرانی در مورد فلزیاب یا قایق نیست. می تواند در آنجا بماند و هم اسباب و وسایل دیگری در تراس، در انتهای باغ و در زیر زمین هنگامی که ما به آنجا نقل مکان کردیم وجود داشتند. مهم، به جوانان بگویید که هیچ اطلاعاتی در فیسبوک فاش نکنند و اگر بچه ها به آنها پاسخ ندادن شگفت زده نشوند. مدارس کودکان و صاحبخانه های آرتور و توماس و کارفرمایان اگنس و آرتور آگاه هستند. داستان رسمی این است که ما برای کار به استرالیا نقل مکان کردیم بدون ارائه جزئیات خاص. خوب است که اگر بتوانید این داستان غلط را در فیسبوک و جاهای دیگر پخش کنید. امیدواریم سالها طول نکشد، اما ما هنوز نگران این هستیم که مراحل قانونی در ایالات متحده چقدر طول خواهد کشید. مدتی بعد ما میتوانیم برخی اطلاعات را از طریق پست برای شما ارسال کنیم.
ما تمام عشق خود را ارسال می کنیم و در این جدایی اجباری بسیار به فکر شما هستیم. خیلی مراقب خودتان باشید. ما داستانهای زیادی خواهیم داشت که بعداً برای شما تعریف کنیم. همونطوری که شنیدید خاویر در نامه گفته بود که من به عنوان جاسوس کار میکردم تا بتونم مافیاهای مواد مخدر رو برای ایالات متحده پیدا کنم و الان هویت من برای اون مافیاها احتمالاً لو رفته و من باید به عنوان شاهد در دادگاهی در ایالات متحده شهادت بدم. برای همین هم داریم میریم اونجا، بنابراین نمیتونیم با شما در تماس بگیریم. ولی خانواده اگنس میگفتن که محال دختر ما این کار انجام بده، محال با ما خداحافظی نکنه. بعدم یه خانواده که ادعاشون میشه کاتولیکن، ادعاشون میشه مسیحی سفت و سختن، دروغ نمیگن، چجوری شده شد جاسوس از کار در اومدن؟ آره دیگه، یعنی این هم مثلا آبزیر کار بودن و کسی خبر نداشته. دقیقا برای همه سوال شده مثلا محاله و باور نمیکردن این نامه رو، مخصوصا که نامه دست نویس نبود، تایپی بود. همین هم شد که دوباره در 15 آپریل دوباره پلیس رفت خونه رو چک کرد و بازم چیز عجیبی پیدا نکردن، فقط متوجه شدن قاب عکس ها هم خالی شده، یعنی یه نفر عکس ها رو هم با خودش برده. قرارداد خونه فسخ شده بود، هزینه مدرسه بچه ها تا آخر سال پرداخت شده بود، اگنس از محل کارش استعفا داده بود، آرتور از محل کارش استعفا داده بود و به نظر میمد همه چیز یه جوری جفت و جور شده که انگار اینا رفتن. آره دقیقا انگار حرفی که توی نامه زده بود شده. آره رفتن. ولی با این حال پلیس چند بار رفت خونه رو چک کردن تا اینکه در 21 آپریل برای آخرین بار رفتن که خونه رو ببینن. یکی از مامورای خانومی که داشت توی حیات رو جستجو میکرد یه چیز عجیبی توجهش رو جلب کرد. متوجه شد غذاهای سگ، اون کاسه غذای سگ به جای اینکه روی یه تخته باشه زیر تراس، زیر تخت است و براش سوال شد که خب چرا زیر تخته، چرا باید اون زیر تخته باشه، چرا اونو گذاشتن؟ اگه غذای ظرف غذای سگه باید روی تخته باشه، باشه سگ بتونه بخوره دیگه. بتونه بخوره. رفت نزدیک، وسایلا رو در آورد، همون جوری که توی نامه هم احتمالاً شنیدید قایق و یه سری وسایل بود که خاویر گفته بود اینا از قبلا توی این خونه بوده، اینا رو جابجا نکنین. خانم پلیس اومد اینا رو زد کنار، اون تخته هایی که بود رو برداشت و متوجه شد که زیر تخته ها سیمان خیس هستش، یعنی به نظر می اومد چاله هایی کنده شده و روش سیمانه و هنوز هم تازه از سیمان، هنوز خیسه. دقیقا هنوز سیمان ها خیسه. سیمان ها رو به کمک همکارش زد کنار با چاقویی که داشت و باز کرد یکی از پلاستیک هایی که توی اون سیمان ها بود و متوجه پای یک انسان شد. نیروهای تحقیقاتی اومدن سر صحنه جرم. خب الان باید مشخص میشد که این جنازه ها متعلق به کیه. سیمانا رو که برداشتن متوجه شدن که گور دست جمعیه. دو تا گور وجود داشت، توی یکیش 4 جسد بود و جسد 2 سگ و توی یکی دیگهش 1 جسد بود که به نظر میومد شاید بعدن کشته شده و اضافه شده. قبل از این که بریم توضیح بدیم که این اجساد متعلق به کیان که احتمالا خودتون حد زدید، بریم مکانی که اینها پیدا شدن رو ببینیم روی عکس. همونطوری که توی عکس میبینید در سمت چپ یه دونه گور هست که نسبت به اون یکی دیگه کوچیک‌تره. طولش حدوداً 1.20 متر، عرضش 80 سانت بوده و عمقش 50 سانت بوده. طبق گفته پزشکی قانونی در این گودال بقای تجزیه شده توماس رو پیدا کردن و در سمت راستش یه گودال دیگه بود که طولش 2.5 متر بود، عرضش 95 سانتی متر، عمقش 90 سانتی متر و در این گور هم جسد اگنس، بنا، آن و آرتور و 2 سگاشون پیدا شد. و الان پلیس گفت که خب اوکی اینا همه اعضای خانواده هستن،
هویت دقیقاً کجاست؟ چرا جزء اینها نیست؟ جسد اینها نیست. علاوه بر این که اینها رو وقتی بردم به پزشکی قانونی گفتن که در شکم تمام بچه‌ها مواد بیهوش کننده پیدا کردن و بعد هم به سرهاشون شلیک شده، بدنشون با آهک زنده پوشانده شده، در ملافه پیچیدنشون، بعد توی پلاستیک سیاه چسبکاری شدن و داخل این گورها چیده شدن. میگن به قدر این اجساد تجزیه شده بودن که حتی نمیتونستن تاریخ دقیق مرگ اینها رو حدس بزنن و پلیس میگفت یه چیزی حدود 10 روز تا 21 روز قبل اینها به قتل رسیدن. یعنی فوق العاده تجزیه شده بودن. آخه دیگه آهک زنده وقتی که باشه دیگه کلا قشنگ جسدو میخوره و تجزیه میکنه کاملا. به قدر اجساد بد بود که پلیس به خانواده اگنس و خاویر پیشنهاد کرد که اجساد رو نبینن، چون میگفتن که چیزی مشخص نیست که شما بخواید ببینید. از یه طرف دیگه کسایی که سر صحنه جرم بودن میگفتن کنار جنازه ها شمع و نمادهای مذهبی و اینجور چیزها پیدا کردن. کنار هر جسدی، روی هر جسدی نمادهای مذهبی بوده، یعنی که مراسم رو اجرا کرده هر کسی که هر کسی کشته. میگفتن دقیقاً عین اینه که یک کاتولیک اعضای خانوادهش رو خاک کنه. برای همین میگفتن که کسی که اینها رو به قتل رسونده احتمالاً آشناست و اولین کسی که حدسشون رسید خاویر بود و گفتن که چون خاویر الان قایمه پس خاویر مزنونه. و باز یه چیز عجیبتر این که اتفاق افتاد این بود که دادگاه 5 روز بعد از این که جنازه ها رو پیدا کردن، جنازه ها رو به خانواده ها دادن، اون هم به شرط این که بسوزونن جسد رو و بعد هم دفن کنن. خب مسلما هم خانواده این کار کردن، همه اجساد رو سوزوندن و دفن کردن. ولی پلیس دنبال خاویر بود. خاویر 50 ساله که تا الان هیچ جرمی مرتکب نشده بود، شده بود مغز متفکر یک جنایت بزرگ. 5 نفر رو به قتل برسونی بدون اینکه هیچ نشونه از خودت جا بذاری. اینها رفتن داخل خونه رو گشتن، یک قطره خون، یک دی ان ای، هیچی پیدا نکردن. یعنی انگار قاتل حرفه‌ای کارو کرده. چی میگفتن این اجسادی که پیدا شده همشون لباس خواب تنشون بوده، یعنی باید توی خواب کشته شده باشن، یعنی بیهوش شدن مرده بعد کشته شدن. بنابراین توی خونه اینها باید به قتل رسیده باشن. چه جوریه که اینها نمیتونن یک قطر خون پیدا کنن، حتی نشونه هایی ازش پیدا کنن؟ یعنی اگر یک نفر خونریزی کنه، اون خون رو پاک کنه، باز هم با یه سری آزمایش میشه متوجه شد که اینجا قبلا خون بوده، ولی اینها نتونستن پیدا کنن. خب توی همون به نظر من همه شکون بره به سمت خاویر، به خاطر اینکه تنها کسی که مثلا ببین بیشتر کسی که نزدیک بوده و میتونست اونها تو خواب بکشه مثلا خاویر بوده. خاویر بوده و میگفتن که یعنی چجوری میشه که هیچی توی خونه پیدا نشه. و بعد خانواده خاویر اومدن گفتن که این نمیتونه کار برادر ما باشه. برادر ما گردن درد شدید داشته، کمر درد شدید داشته، مرتب تحت نظر پزشک بوده، دارو مصرف میکرده. این جنازه هایی که زیر تراس خاکن طولش خیلی کمه و خاویر اگر این کارو کرده باشه باید تمام مدت روی دوزانو میشسته و اینجا رو میکنده و خاویر با این کمردردی که داشته نمیتونسته این کارو انجام بده. بنابراین اون نمیتونه این کارو کرده باشه، خانوادش رو به قتل رسونده باشه و اونجا دفن کنن. و یه چیز عجیبتری که این مسئله رو عجیب کرد این بود که اگر کسی اونجا رو میکند باید سرش به بالای اون تراس میخورد دیگه. آره دیگه، سرش اصلا، لباسش، سرش، همه چیز، یه چیزی باید میخورد اونجا. ولی اونجا هیچی نتونستن پیدا کنن، یعنی هیچی نشونه نبود که بگی یه نفر با دوتا دستاش رفته اونجا رو کرده. هیچ مویی، هیچ سلولی، هیچی نتونستن پیدا کنن. و از اون طرف دیگه میگفتن حدود 1 تن خاک در اومده از اون دوتا گودال. این خاکا کجا؟ چرا هیچ نشونه ای نیست که این خاکا کی در اومده، کی جا به جا شده؟ و همه اینا علامت سوال ها رو هی داشت بیشتر میکرد.
پلیس کشف کرد که حدوداً 3 ماه قبل از قتل اگنس و بچه‌هاش ظاهراً پدر خاویر فوت می‌کنه و خاویر مسئول این میشه که بره خونه پدرش رو مرتب کنه، وسایلای اضافه رو بریزه دور و توی این مرتب کردن تفنگ کالیبر 22 پدرش رو پیدا میکنه. و نکته جالبش اینه گلوله هایی که تو سر اگنس و بچه ها پیدا شد کالیبر 22 بوده و بعد از این که این تفنگ رو پیدا میکنه میره کلاس تیراندازی ثبت نام میکنه. خیلی ها اینجا استدلال میکنن که چون تیر به سر بچه ها خورده شده و از فاصله نزدیک خورده شده و اونها بیهوش بودن پس احتیاجی به کلاس رفتن نبوده، ولی خب ما نمیدونیم که خاویر چرا کلاس رفته. یه عده دیگه صحبت کردن گفتن چجوری میشه که تو 5 تا آدم رو بکشی، 2 تا سگ رو هم بکشی ولی صدای تیراندازیت بیرون از خونه نیاد؟ دقیقا، مگه اینکه صدا خفه کن داشته باشی؟ خاویر همون زمانی که کلاس میرفته، کلاس تیراندازی میرفته، از همون مربی تیراندازیش در مورد صدا خفه کن پرسیده بوده و خیلی عجیب و اتفاقی رفته صدا خفه کن هم خریده. و بعد خانواده خاویر میگن که نه، داداش ما این صدا خفه کن رو خریده که همسایه ها رو اذیت نکنه. خوش گنجش بزن. میرفته توی حیاتش تیراندازی میکرده برای این که همسایه ها رو اذیت نکنه صدا خفه کن. چقدر خوب بوده. گنجش کسنه. در اواخر ماه مارس خاویر 3.5 ساعت رانندگی میکنه و میره یه جای خیلی دور، از اونجا پلاستیک های سیاه بزرگ و چسب میخره. در اول آپریل که تقریبا میشه 23 روز قبل از اینکه جنازه ها پیدا بشن، آرتور سر کارش نمیره، از کالج میاد خونه. صاحب کارش میگه که آرتور همیشه اول آپریل میومده حقوقش رو میگرفته و این اولین باری بوده که نمیاد که حقوقش رو بگیره. همچنین در همین اول آپریل رسیدهاش بیرون اومد که خاویر رفته بیل و کلنگ خریده و در 2 آپریل رفته از 4 تا مغازه مختلف آهک خریده و در 3 آپریل همه خانواده به جز توماس در رستوران دیده شدن همراه خاویر که همگی با هم دارن غذا میخورن. دوشنبه 4 آپریل آن و بنایت مدرسه نمیرن، تو یک مدرسه میرفتن. خاویر تماس میگیره به مدرسه و میگه بچه ها مریضن. همچنین خاویر با محل کار اگنس هم تماس میگیره و به اونها هم میگه که اگنس مریضه، سر کار نمیتونه بیاد. آرتور هم اون روز یک نامه دست نویس میبره به محل کارش و میده به صاحب کارش و میگه که من دیگه سر کار نمیام. همون شب خاویر و توماس توی رستوران تنهایی دیده میشن. به گفته گارسون ها با هم حرف نمیزدن، خیلی سر و سنگین بودن. به نظر میمده مثلا یه چیز رو خاویر بهش گفته اون ناراحت شده. و بعد از اون هم آخر که غذاشون رو خوردن به ظاهر توماس دل درد بوده، حالش بد بوده، همش عرق میکرده و بعدش هم خاویر اونو میبره خونه. فرداش توماس به دوستش میگه که من دیشب خیلی خواب عمیقی داشتم، نمیدونم چرا، فکر میکنم به خاطر قرص هایی که مصرف میکنم. بعد از این که از رستوران هم میان حدوداً 20 دقیقه خاویر با خواهرش تلفنی حرف میزده و خواهرش گفته که من هیچ چیز عجیبی ندیدم، نه استرس داشت، نه هیچی، معمولی صحبت میکرد. و فردا 6 آپریل صاحب خونه میره در خونه خاویر و اینس در میزنه و هر چقدر که در میزنه کسی جوابش رو نمیده. پزشکی قانونی معتقده که اگنس و 3 تا بچه‌هاش یعنی بنوا، آرتور و آن در 3 و 4 آپریل کشته شدن و معتقدن که قتل با اگنس شروع شده، چرا که یک دستگاهی استفاده می‌کرده اگنس برای تنفسش و اون دستگاه در ساعت 3:30 نصف شب قطع میشه و بعد از اون دیگه استفاده نمیشه.
البته خانواده خاویر با این مسئله مشکل دارن. میگن که اگنس اون دستگاه رو همیشه استفاده نمی کرده، گاهی استفاده می کرده، گاهی 2-3 ساعت استفاده می کرده و میگن که این به این دلیل نیست که قتل با اگنس شروع شده. ولی اون دستگاهی که من اطلاع دارم باید شبا کلا بهش وصل باشه، به خاطر اینکه ممکنه تو شب خفه بشه، به مثلا احساس خفگی کلا خفه بشه، به خاطر اینکه اکسیژن بهش نمیرسه، نمیتونه تنفس کنه. آره، حالا یه دلیل دیگه هم میارن خانواده خاویر، میگن که اگنس رو شاهدانی وجود دارن که تا 7 آپریل دیدن و معتقدن که تا 7 آپریل اگنس زنده بوده. 12 نفر شهادت دادن و خب نمیشه واقعا شاید تا اینا رو نادیده گرفت، یعنی هر جور که بخوای فکر کنی و این آدم ها میشناختن اگنس رو، حتی باهاش صحبت کردن و یه چیز نیست که بگی که مثلا فقط از دور دیدنش، گفتن ما باهاش صحبت کردیم تا هفتم آپریل مطمئنن که اگنس زنده بوده. ولی پزشکی قانونی میگه احتمالا سوم و چهارم فوت کرده اگنس و بچه ها هم که قرص خواب آور خوردن و کشته شدن. اگر یادتون باشه من گفتم که جسد توماس جدا از بقیه بوده. یه چیزی که توی خانواده‌های اشرافزاده خیلی براشون مهم اینه که نسلشون ادامه داشته باشه. یک عده میگن اون شبی که خاویر و توماس با هم رفتن رستوران، اون شب خاویر توماس رو مسموم کرده، همون دل دردی که داشته، همون خواب عمیقی که داشته، مریضی که بوده، آره احتمالا اونجا بهش قرص خواب آور داده و بعد پشیمون شده. روز بعد از این ماجرا توماس خونه دوستش بوده و با دوستش صحبت میکنه، میگه آره دیشب خیلی اینجوری بوده و حالم بد بوده و بعد خوب خوابیدم و اینا. بعد خاویر بهش زنگ میزنه، میگه که توماس مامان تصادف کرده، الان توی کماست، برگرد خونه. و توماس هم ظاهرا همون شب شامش رو میخوره خونه دوستش، ساعت 10 شب سوار قطار میشه و میره خونهشون و بعد از اون دیگه کسی توماس رو ندیده. دوستش میگه که اون شب هم بهش پیام دادم، گفت که من مریضم، حالم بده، نمیتونم صحبت کنم، فردا نمیام سر کلاس. و بعد 2 روز بعد دوباره بهش پیام دادم، دوباره بهم پیام داد که من شارژ موبایل ندارم، بابام داره دنبال این شارژر میگرده. و خیلی میگه شد اصلا این پیامک ها رو پدرش داده. توماس نداده، یعنی حالا چه پدرش، چون ما هنوز نمیدونیم قاتل کیه، چه پدرش خاویر چه کس دیگه. دقیقا برای همین معتقد نیستم، ولی اون اینجوری گفته. و بعد توماس کشته شده، یعنی به نظر میاد اگر خاویر مغز متفکری این پرونده جنایی توی کشتن پسرش یه ذره تعلل داشته، میخواسته نسلشو نگه داره. ولی بعدش یه سری پشیمون شده، ولی بعدش گفته نه دیگه بکشم راحت شم. چهارشنبه 6 آوریل دوست دختر آرتور خیلی نگران آرتور میشه، میره در خونه اگنس و خاویر، هرچه در میزنه کسی جواب نمیده. همونطور هم که بهتون گفتم 7 و 8 آوریل همسایه ها ادعا کردن که اگنس رو دیدن، مخصوصا با سگ هاشون دیدن که دارن پیاده روی میکنن. بعد ما دیگه اطلاعی نداریم تا 11 آوریل. 11 آوریل مدرسه آن و بنایت یه نامه دریافت میکنن، خاویر براشون نامه رو نوشته بوده که میگه بچه ها دیگه مدرسه نمیان، ما برای کار داریم میریم استرالیا زندگی کنیم. همچنین به محل کار اگنس که توی یک مدرسه کاتولیک کار میکرده یه نامه دریافت میکنن با امضای اگنس که توی اون نوشته بوده که ما داریم میریم استرالیا و من دیگه نمیتونم اینجا کار کنم. رئیسش گفته که من بعد از اینکه این نامه رو دریافت کردم هر چقدر که سعی کردم که با اگنس تماس بگیرم نتونستم زنگ بزنم. در 19 آوریل چند تا از دوستان اگنس یک ایمیلی رو دریافت میکنن که تایتلش این بوده به یاد اگنس و این عکس توی تصویر بوده و هیچ نوشته دیگه نداشته همراهش. همه این چیزهایی که من بهتون گفتم باعث شد که پلیس بگه که 100% خاویر قاتل زنش و بچه هاشه و الان باید دنبالش بگردن که خاویر کجاست، داره چیکار میکنه. و یه چیزی که اونها فکر میکردن معمولا در قتلهای خانوادگی که به این صورت اتفاق میفته معمولا یارو هم خودشو میکشه،
یعنی میگفتن که احتمالاً خانوادهش رو کشته و بعد خودکشی کرده. آره دیگه احتمالاً خودش رو رفته مثلا یه جای کشته، یه جای مثلا تو بیرون شهری هر جای کشته باشه. ولی میدونی من پیش خودم چی فکر میکنم؟ من فکر میکنم که اگر واقعاً میخواست که خودکشی کنه اینقدر دلیل نداشت، اینقدر وسواس به خرج بده برای اینکه کسی نفهمه که جنازه ها کجاست. دقیقاً به خاطر اینکه میخواست خودش رو بکشه، مثلا همونجا تو خونه میکشه، بره مثلا جای دیگه بره. چرا جسد رو چاله کنه؟ دقیقاً. با این تصوری که الان من، شاید شما و پلیس ها داشتن این بود که خاویر بچه هاش و زنش رو کشته و فرار کرده. به نظر می اومد خاویر خیلی تلاش کرده بود که صحنه جنایت رو پاک کنه، یعنی ما هنوز نمیدونیم که بچه ها کجا به قتل رسیدن، ولی به نظر تلاش نمی کرد که ردش رو گم کنه. یعنی خاویر از وقتی که از خونه اومده بود بیرون، سوار ماشین شده بود، به نظر اومد یه سفری رو شروع کرده دور تا دور فرانسه. به گفته خواهرش و خانواده اگنس، اون به جاهای سفر میکرد که قبلا به اونجاها رفته بود، یا بچه هاش اونجا به دنیا اومده بودن یا با اگنس اونجا زندگی کرده بود. جاهایی که ازشون خاطره داشته. خاطره داشته و حتی توی ناهارخوری ها، تو رستوران ها با کارت اعتباریش پول رو پرداخت میکرد. و این برای پلیس سوال شده بود که الان تویی که اگر خانواده تو کشتی اینقدر تلاش کردی، چرا تلاش نمی‌کنی ردت رو بپوشونی؟ من احساس می‌کنم داشتی بازی می‌کرده با پلیس. اصلا منم همین تصور دارم. و حتی مثلا با دوست دختر سابقش تماس می‌گیره، صحبت می‌کنن، که البته صحبتاشون منتشر نشده و نرفته دختره که خاویر رو ببینه. و ما داریم در مورد زمانی صحبت می‌کنیم، یعنی حدود 13 14 آوریل، که هنوز جنازه‌ها یکی دو هفته دیگه پیدا میشه. و خاویر توی چند تا هتل میمونه، پولش رو پرداخت میکنه. این تصویری که میبینید رو الان از بانک رفته اینجا پول گرفته. اینا همه منتشر میشه و بعد میره یک هتلی، تو اونجا میمونه. از هتل میاد بیرون، یک کیفی دستشه، یه پلاستیکی که به نظر تفنگ توشه. میاد جلوی دوربین مدار بسته، به نظر میاد یه بای بای میکنه و بعد میره. یعنی به همین راحتی که من دارم بهتون میگم، تا همین الان از سال 2011 تا همین الان که 2021 خاویر دیگه پیدا نشد، نه بلیت اتوبوسی شده رفت تو زمین، یعنی ببین آب شد رفت توی زمین، نه بلیت اتوبوسی به اسمش خریده شد، نه بلیت هواپیمایی، نه هیچی. و پلیس به مدت 2 ماه با افرادی که واقعا مهارت داشتن توی اون مسیر، چون جایی که خاویر رفته بود کوه بود و 30 کیلومتر دریا فاصله داشت، اونجا بعدن افراد حرفه‌ای رفتن توی این کوه ها رو کشتن، غارها رو گشتن، از هواپیمای حرارتی استفاده کردن که ببینن که مثلا بدنی چیزی پیدا میکنن. آره، دوربین حرارتی که نشون میده مثلا جسد و اینا رو. سگ بردن، اصلا هیچی، انگار خاویر رفته بود آب شده بود رفته بود توی زمین، اصلا نمیتونستن پیداش کنن. من فکر کنم آدم فضایی بوده. و یه عده میگفتن که خاویر احتمالاً از راه دریا فرار کرده، رفته ایتالیا، رفته کرواسی، و براش کار سختی نبوده که فرار کنه و برای همیشه ناپدید بشه. از سال 2011 من همونطور که بهتون گفتم دیگه هیچ خبری از خاویر نشد، تا اینکه در سال 2015 یک روزنامه نگار یه عکسی دریافت کرد که به نظر می اومد بنوت و آرتور پشت میز نشستن و یک نفر پشت عکس نوشته که من هنوز زنده هستم خاویر. ولی خب نمیتونن که تایید کنن که این رو واقعا خاویر فرستاده یا نه، ولی یه همچین چیزی فرستاده، چون اون زمان مثل این که توی رسانه‌ها در مورد این صحبت میکردن که خاویر مرده، یا این که مثلا توی دریا خودش رو انداخته، جنازه‌اش هیچ وقت پیدا نشده، مرده. ولی این عکس فرستاده شد و اون عکسی که از بنوئت و آرتور هیچ وقت منتشر نشد، ولی نوشتش همون جوری که میبینید منتشر شد. یکی از چیزهایی که خیلی در موردش صحبت میشد، همونطوری که بهتون گفتم، خاویر کاتولیک بود و میگفتن که اون قتلها رو کرده و بعدش رفته توی صومعه، اونجا داره زندگی میکنه و پنهون شده.
و خب خیلی دنبالش بودن و خیلی ها میمدن میگفتن که آره ما تو سمعه دیدیمش، بین کشیشا بوده، خود خودشه، باید بریم بگیرینش. و این فشار رسانه ها انقدر به پلیس زیاد بود که دیگه مجبور شدن بریزن توی سمعه و سمعه رو بگردن. و وقتی که گشتن خاویر رو پیدا نکردن، بلکه یک کشیش رو پیدا کردن که بسیار شبیه خاویر بود. و خب اثر انگشت و تست و اینا ازش گرفتن و گفتن که نه، این خاویر نیستش. در 11 اکتبر 2019 پلیس فرانسه به یک آدم مشکوک شده بود و خب نتونستن به موقع برسن که این آدم رو دستگیر کنن و گزارشش رو دادن به پلیس اسکاتلند و پلیس اسکاتلند این آدم رو دستگیر کرد. پلیس ها تصور میکردن که این آدمی که در اسکاتلند دستگیر کردن خاویره که داره از پاسپورتش استفاده میکنه و شک ها رو خیلی زیاد کرده بود. و اونجا این شک بیشتر شد که زمانی که پلیس اسکاتلند اثر انگشت از این آقا گرفته بود، نتیجه رو برای پلیس فرانسه نفرستاده بود و خب همه براشون سوال شده بود که آیا این خاویره که دستگیرش کردن، چه دلیلی داره که نفرستن. و بعد اومدن ازش تست دی ان ای گرفتن توی همون اسکاتلند و مشخص شد که این آقا خاویر نیستش، بلکه یک شهروند پرتغالیه که توی فرانسه به دنیا اومده و الان برای دیدن زنش به اسکاتلند رفته، زن اسکاتلندی داشته. ولی یه چیزی گفت این بوده که پاسپورتش دزدیده شده بوده، به خاطر همین بهش شک کرده بودن. حالا چرا نمیدونم، ولی خب عکسش یه کمی شبیه خاویره، یعنی مثلا به نظر میاد که خاویر باشه که پیر شده باشه، ولی خب این آقا 69 سالش بوده، احتمالاً خاویر الان با 59-60 باشه. اما همه اینها به کنار، شاید شما توی حرفای من متوجه شده باشین که من هر دفعه یه چیزی گفتم خانواده خاویر میگفتن نه اینجوری نیست، مثلا میگفتن که صدا خفه کن رو برای این خریده که همسایه ها نشنون، اینو خریده که اینجوری بشه. اما دلیلشون چیه؟ اونها معتقدن که نامه‌ای که برادرشون نوشته طبق حقیقته و اینکه خاویر و زن و بچهش الان در حال حاضر در آمریکان و زندگی شاد و خرمشون رو دارن. اما دلایلشون چیه؟ اونها میگن که پزشکی قانونی هیچ اطلاعاتی درباره مرگ اینها، تاریخ مرگ اینها نداره. داره یه بازه 21 روزه رو میگه، یعنی ما نمیدونیم دقیقا اینها کی مردن، چه زمانی مردن. و اینکه میگه به ما اجازه ندادن ما اجساد رو ببینیم، چون گفته بودن اجساد انقدر تجزیه شدن که شما نمیتونین ببینینشون. و یه چیز دیگه هم که گفتن اینه که تست دی ان ای از اجساد نگرفتن. خب آخه اصلا به نظر من چه دلیل داره که تو موقع تست دی ان ای هست تست دی ان ای نگیرن؟ آره این کار واقعا اشتباه بوده به نظر من. و حتی اگه مثلا جسدا تجزیه هم شده باشن، بالاخره یه تیکه بافت از آدمو مونده که بشه ازش دی ان ای دیگه میشه گرفت. خودشون کاهلی کردن دیگه، وگرنه تستو میتونستن بگیرن. بعد اینا میگن که شما چرا تستو نگرفتین؟ بعد اینکه به ما گفتین ما جسدا رو به این شرط بهتون میدین که جسدا رو بسوزونین، یعنی حتما گفتن باید بسوزونین بعد دفن. خب اینا واقعا علامت سواله. برای همون اینا میگن احتمالاً اینها اجساد خانواده برادر من نیستن، این اگرس و بچه‌ها نیستن، مگه جسدای کیان؟ شاید اصلا لاپوشینی باشه، اونا به این اعتقاد دارن. و از یه طرف دیگه میگن اطلاعاتی که دارن در مورد اجساد ما میدن اشتباهه. میگن که الان گفتن آرتور حدوداً 59 کیلو بوده، ولی آرتور الان تو همین عکسی که شما دارین میبینین خیلی بیشتر از 59 کیلوه. میگن حدوداً آرتور حدود 70 کیلو بوده و اصلاً آرتور گفتن قدش 182 سانتی متر بوده، در صورتی که پزشکی قانونی داره میگه که قد آرتور 185 سانتی متره. و این اطلاعاتی که داره پزشکی قانونی میده زد و نقیزه. برای همین اینها میگن که اینها جسد اگنس و بچه ها نیستن. بعد از یه طرف دیگه پزشکی قانونی گفته که احتمالاً توماس بعد از اگنس و بچه ها کشته شده، ولی میگن جسد توماس خیلی بیشتر چی شده؟ تجزیه شده. و اینها میگن نمیتونه برادر ما باشه. اما یکی از جالبترین چیزهایی که در این بین خانواده خاویر در موردش حرف میزنن یک ایمیله که ظاهرن یک سال قبل از این اتفاق خاویر اون رو برای دوتا از دوستان و آشنش فرستاده و ازشون خواسته که این پیام رو نگه دارن، این ایمیل رو که به موقعش استفاده کنن. حالا این پیام چیه؟ یه پیام کوتاهی که یه تیکه شما براتون میخونم، یه چیزی که منتشر شده. نوشته که بنابراین من امیدوارم که حتی پس از تحقیقات پلیس
والدین، برادران و خواهران من هرگز به این باور نرسند که من عمدن باعث این حوادث شدم، حتی اگر شواهد قوی باشد. انجام شده در 11 ژوئیه 2010 و مشترکاً از طریق ایمیل به فلانی و فلانی ارسال شده است. بنابراین می توانید صحت این سند را اثبات کنید. خاویر. و خب واقعا مثلا این الان جای سوال داره که خاویر چرا باید اینو بده. ولی از یه چیزی که من مثلا الان توی ذهنم اینه که خاویر به یکی دیگه هم گفته بود که من به این فکر میکنم که خانوادم قرص خواب بدم و بکشمشون. به این فکر میکنم که خودم رو بکشم اگنس مثلا چی بگیره، دیم رو بگیره، بیمم رو بگیره، بیمم رو بگیره. این ممکنه که مثلا اینا رو فرستاده که مثلا یه لاپوشینی باشه. من اینجوری فکر میکنم، واقعا اینجوری فکر میکنم. من به نظرم اینه که همون چیزی که تو نامه نوشته احتمالش چیزها رو که مدارک کنار هم بذاری خیلی احتمال زیاده که این چیزی که نوشته واقعی بوده باشه. حالا که تو واقعا فکر می‌کنی که احتمال داره که اینا رفته باشن آمریکا؟ واقعا من اینجور فکر می‌کنم، به خاطر اینکه آخه چه دلیلی داره که واقعا یه پلیسی یه کشور نیاد دی ان ای بگیره و بعدش هم مثلا میگه آقا یادش رفته دی ان ای بگیره، بعد تاکید کنه که جسدو گرفتید بسوزونید، به خاطر اینکه نه چیز نشه. من به نظرم که احتمالا دولت فرانسه هم با دولت آمریکا مثلا همون اداره مواد مخدر با هم دیگه توافق کرده باشن که این مثلا چی رو درست بکنن و همون هویت اینا رو از بین ببرن که نتونن چی. خب پس چقدر رسانه‌ایش کردن، چقدر سرستا کردن. یعنی به الان به شخص منی که اینجا نشستم با شما الان خاویر رو میشناسیم، ذره‌اش رو میشناسیم، چی میتونم پنهون باشم؟ شاید یه اطلاعات، فقط شاید ما همه چیز زندگی طرف رو ندونیم. یعنی مثلا قیافه‌شون رو که میدونی، قیافه‌شون رو میدونی، خب ولی چون مجبور بودن، چون بالاخره حتی اگه مثلا یه اتفاق افتاده باشه خب همون مافیا مواد مخدر یا هر چیزی اونا هم این اطلاعات رو میدونن، خب دیگه یعنی اینا رو میشناختن دیگه. اما حالا برسیم به آخر. چند تا سناریو وجود داره که من موردی بهتون میگم و توی داستان هم اشاره کردیم. اول اینکه احتمال داره قاتلین حرفه‌ای اینها رو کشته باشن، اول اگنس و بچه‌ها رو کشته باشن و اونجا دفن کرده باشن و بعد خاویر رو کشتن و جسدشون رو در جای دیگه رها کردن، که این تفکر رو به وجود آوردن که خاویر زن و بچه‌اش رو کشته، به عبارتی مثلا اون قاتل حرفه‌ای خودشون رو پاک می‌کردن. سناریوی دوم میگن که اون چیزی که توی نامه خاویر نوشته راسته، اونها جاسوس بودن توی فرانسه، الان توی ایالات متحده دارن زندگی میکنن و جسدهایی که توی خونهشون پیدا شده پوششه و به عبارتی اگر کسی دنبالشونه، یعنی مافیای مواد مخدر دنبالشونه، الان دیگه دنبالشون نیست. یعنی اون چیزی که بهرام میگه که قبول داره. و سناریوی سوم میگه که خاویر خودش زن و بچهش رو کشت و بعد هم فرار کرد به همین راحتی. و سناریوی آخر که من همچین یه ذره باهاش موافق ترم اینه که اگنس از کشتن بچه ها خبر داشت، با کمک خاویر بچه ها رو کشتن و بعد خاویر اگنس رو کشت و دفن کرد، ولی به خودش که رسید که میخواست خودش رو بکشه ترسید و فرار کرد. نظر شخصی من اینه که الان خاویر داره توی کشور دیگه داره زندگی میکنه. من اینجوری یعنی فکر که خاویر و اگنس با هم دیگه توافق کردن بچه ها رو بکشن و بعدم خودکشی کنن. ببین وقتی پرونده ای مثل پرونده ای اکبر و خرمدین داشته باشی که زنش باش همکاری کرده که بچه ها رو بکشن، اینجا هم محتمله. چرا؟ چون اونا مشکلات مالی خیلی زیادی داشتن، حتی دوستای خانوادگیش رو میخواستن تموم بکنن. یعنی من فکر میکنم که این اتفاق افتاده. امیدوارم از این پرونده خوشتون اومده باشه، همچین ذهناتون رو حسابی درگیر کرده باشم. برای من نظرتون رو بنویسین و بگین که شما چی فکر میکنید، چه اتفاقی برای اگنس و بچه ها افتاده، آیا اونا فرار کردن رفتن توی آمریکا و دارن زندگی میکنن و یا اینکه کشته شدن، یا اینکه خاویر زنده است اصلا یا نه. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.